من یه نکته ای رو اگه بفرمایید. به طور واقعی من چون خودم اون موقع بودم که ما در انتخابات به قانون اساسی ولایت فقیه رأی ندادیم و اتفاقا این یکی از اون نقاط افتخار مجاهدین و نشون دهنده صداقت و شرافت رهبری مجاهدین بود. یعنی خیلی بلافاصله بعد از اون هم چرا اصلا شعار ما شد مرگ بر ارتجا زنده باد آزادی؟ چون در واقع قانون اساسی آخوندها، قانون اساسی خمینی، یک قانون اساسی بقایت ارتجاعی و عقب مونده بود و واقعا الان به این راحتی هم که الان خواهرم فرخوندم گفتن که به سر الان خیلی راحت همه میگن مرگ بر اصل ولایت فقیه، نزدیک شدن به این کلمه مساوی بود با ضرب و شتم و به سر زندان و شکنجه و ناپدید شدن. ولی واقعا و ارزون ترین کار این بود که اگر مجاهدین ذره‌ای دنبال قدرت، دنبال داشتن سهمی از قدرت در این نظام آخوندی بودند و اگر ذره‌ای به اصطلاح کم توجه بودند به منافع و آینده ایران، قطعا نباید توی نقطه با آخوندها درگیر می شدن. بله. من یه نقطه تکمیل بفرمایید شما. به نوعی شاید پاسخ سوال قبلتونه، ولی بعد از انتخابات ریاست جمهوری اگر که موضوع مجاهدین قدرت بود، خب باید اونجا میستادن، شورش میکردن، در حالی که مجاهدین فراخوان و مشخصا بعد مسعود فراخوان دادن به آرامش برای اینکه اصل براشون آزادی ها بود و افشا کنن واقعیت اینکه کیه که داره این آزادی ها رو از مردم سلب میکنه. در حالی که این درست صحنه بود که میتونست عکس تبدیل شه و کما اینکه رژیم از این وحشت داشت، ولی با عکس اون صحنه مواجه شد. بله، حالا این اتفاقا یکی از سوال بعدی بود، چون اون گزاره‌ای که میگن که چون مجاهدین میخواستن سهم بگیرن و سهم بهشون داده نشد و بعد وارد درگیری شدن، این اتفاق که شما دارید میگی در دی ماه 58 رخ میده. بله. ولی هنوز تا 30 خرداد 60 یه فاصله طولانی باقی مونده. سوال اینه که واکنش مجاهدین در این مدت چی بودش؟ یعنی بعد از اینکه در انتخابات خمینی گفت که شرکت نکنید، مجاهدین چه اقدامات دیگه ای رو انجام دادند در این بازه زمانی بعد از انتخابات سال 58؟ بفهمید. آقا مجاهدین از همه اهرمای قانونی استفاده کردند، از انتخابات استفاده کردند، از شرکت در پارلمان استفاده کردند، نه اینو بستن به روشون، از امکان آزادی بیان ذره ای که باقی مونده بود، در افشاگری، در فروش نشریه، میز کتاب، بیان واقعیت های جامعه. بله. این مسیر واقعی مجاهدین بود، چیزی که خمینی بر نتابید. ببخشید یک نکته رو بفرمایید شما. من خودم اون موقعی که میلیشیا بودم، ما میرفتیم توی همون تو مقطع انتخابات، ما میرفتیم تاییدیه میگرفتیم، میگفتیم کی رجوی رو کاندیدش هست و تایید میکنه. واقعا من در مثلا اون شهرستانی که بودم میرفتم مدارس، تمامی این معلمین امضا میکردن، واقعا تمامی فرهنگیان، تمامی قشر روشنفکر تایید میکردن که کاندیداشون مسعود رجویه. یعنی مردم ایران، جامعه آگاه بود که چه کسی نماینده واقعی و صاحب واقعی انقلابه. بله. و وقتی که خمینی این اقبال عمومی رو دید، مجبور شد که وارد صحنه بشه و با اون فتوا من کنه مسعود رجوی رو از شرکت در این انتخاب. بله، اگه میلیون ها نفر می اومدن رأی میدادن به رجوی که میدادن، خب خیلی صحنه برای قافیه رو میباخت. یعنی صحنه رو بازنده صحنه بود و نمیخواست به اون نقطه برسه و اومد اینجا قیمت شد. حالا میخوام یه بار دیگه متمرکز بشیم روی این قسمت بعد از انتخابات و فعالیتی که اونجا باز مجاهدین ادامه دادن در همون فاصله سالهای 58، آخر 58 و 59. آقای حیاتی، شما ببینید که اونجا فعالیت عمده مجاهدین توی چه حوزه هایی بود؟ ببینید، در ادامه همین بحث انتخابات، بعد از انتخابات ریاست جمهوری که گفتن توضیح دادن، انتخابات مجلس بود. بله. ببینید، این همه مجاهدین در تمام شهرستان ها و استان ها رأی داشتن، طوری شد که رژیم خمینی مجبور شد انتخابات دو مرحله ای بکنه تا اجازه نده حتی یک نفر وارد مجلس بشه از مجاهدین، در حالی که حتی به قول خودشون آرایی که در تهران و شهرستان آوردن بعد از حزب جمهوری بالاترین رأی رو مجاهدین آوردن، ولی اینها با تقلب، با اینکه
واقعا با تمام وجود سعی کردن تمام آرا رو نفی کنن و از این برن، باز هم مجاهدین میتونستن با آرایی که داشتن وارد مجلس بشن، ولی نگذاشت با این با تقلب. بعد میگین کار دیگه چی شد تو همین دانشگاه؟ برای همون انتخابات مجلس، ببخشید قبل اینکه بریم سراغ دانشگاه، انتخابات مجلس، یعنی شما میگید که مجاهدین به لحاظ آرا میتونستن حداقل حزب دوم باشن تو مجلس؟ حداقل با ترتیب آرایی که تو خود تهران. ما یک فیلم هم دیدیم قبلا از شما در حال مناظره با حسن روحانی که راجع به همین موضوع صحبت میکنه. اگه میشه خیلی کوتاه هم بگید که در یک جمله یا چند جمله که اونجا شما چه مواردی روش انگشت گذاشتید از اتفاقاتی که توی انتخابات مجلس افتاده. بله، ببینید تو انتخابات همین مجلس، خب از هر جریانی یک نماینده هم وجود داشت. کجا؟ تو هر شعبه منظورتونه؟ آره، تو مراکز رای گیری. اگرچه اجازه نمیدادن اینا وارد بشن، اذیت میکردن، آزار میکردن نمایندگان مجاهدین رو، نماینده ما رو کتک زدن، افتاد بیمارستان. با تمام اینها و تقلبات ما تقاضا کردیم که یک بیام چیکار کنیم، تو یک مناظره تلویزیونی مطرح بکنیم. و من که رفتم اونجا، همین روحانی نماینده حزب جمهوری بود. ببینید این هفت نفر بایستی تمام حوزه هایی که در تهران در حدود تقریبا 2000 حوزه است اینها رو اداره بکنن. برای اداره کردن در حدود 12000 عضو لازم هست که از ابتدای رای گیری تا انتها دخالت مستقیم داشته باشن. ملاحظه کنیم که این 12000 نفر چگونه انتخاب شدن. مسئله ما اینه، سوال اینجاست که ببینید چگونه قوای مجریه دستشون در دخالت در انتخابات باز میشه. همونجا من با تمام مدارک و اسناد نشون دادم تقلبات رو، چگونه اسمار عوض میکردن، چگونه ببینید رجوی رو با الفاظ خودشون میگفتن که رجایی، و تمام این تقلبات من نشون دادم. به روحانی به یک دونه از این اسناد و مدارکی که من نشون دادم اشاره نکرد. تنها چیزی که میتونست بگه حرفش این بود که شما سازمان یافته هستین، شما متشکل هستین. مثل اینکه سازمان یافتگی و تشکل و جمعی حرکت کردن کف و اشکاله. و میخوام بگم تنها چیزی که میخواد رد کنه علیه انتخابات این حرفش بود. بله، هیچ چیزی. ببخشید. خب سیاوش، منم شما از انتخابات گفتین، الان اون زمان توی شهرستان شهربابک کرمان این برادر مجاهد، در واقع مجاهد شهید منصور امیرکافی کاندیدای سازمان بودن. بله. مثلا ایشون با این که تمام صندوق‌های آرا که از روستاها می اومد رو پاسدارا گرفتن، کمیته چیا آتیش زدن، نگذاشتن صندوقا بیاد، یعنی واقعا اصلا این تقلبات عجیبی شد، ولی با این همه انتخابات دو مرحله‌ای شد و نفر یک تو نقطه دو مرحله‌ای برادر منصور بودن. که ولی عجیب بود که تا، یعنی همه میدونستن اینه، یه دفعه فردا اعلام شد که یک مزدور رژیم، که اصلا کلی مثلا اعتراضات شد و درگیری شد، حمله کردن، یعنی مثلا خیلی همه مسجل بود که مثلا مجاهد شهید منصور امیرکافی، همه میفهمیدن که منتخب مردمه سرکوب کردن و یه نفر دیگر رو اعلام کردن. خب ما یکی دیگه از وقایعی که توی همین بازه زمانی داریم رخدادی است که در دانشگاه رخ میده، که اصلا از شما سوال کنم، کودتای فرهنگی رو داریم در بهار سال 59 که رخ میده و خود البته رژیم اسمش رو داشته انقلاب فرهنگی. در این رابطه موضع مجاهدین چی بود و چه عواملی توی به وجود اومدن این اتفاق نقش داشتن؟ ببینید وقتی که انقلاب 57 رخ میده، خمینی چون در واقع اون خوی تمامیت خواهی رو داشت و بر نمیتابید که هیچ گوشه‌ای در واقع از زیر کنترلش خارج باشه، با یک پدیده مواجه شد به نام دانشگاه ها. مجاهدین هم که اصلا متولدین دانشگاه بودند، مجاهدین و بسیاری جریانات دیگه اینا توی دانشگاه متولد شده بودند، اغلبشون اساتید دانشگاه بودند، دانشجوهای دانشگاه بودند. خب این دانشگاه جایی بود که در واقع تحت کنترل خمینی نبود و بسیجی ها و در واقع همون اوباش خمینی اینها جایی نداشتن توی دانشگاه، چون اصلا کسایی نبودند که پاشون به دانشگاه پیش از این باز شده باشه. به همین دلیل دانشگاه خودش هم به نوعی اشاره میکنه که در واقع از کنترل حاکمیت خمینی خارج بود و در واقع دانشگاه محل دفاتر احزاب سیاسی بود، جایی بود که توش نشریات توزیع میشد، کتابها
در واقع خونده میشد، میتینگ ها برگزار میشد. به همین دلیل هم خب خمینی با یک پدیده مواجه بود که باید این رو از جلوی خودش بر می داشت و انقلاب فرهنگی به همین دلیل هم رخ داد، از جمله اینکه دانشگاه ها به طور خاص در قرق مجاهدین بود و این برای خمینی قابل تحمل نبود. در سخنرانیش هم که الان من تاریخش رو فراموش کردم، اگه شما بدونید علیه دانشگاه سخنرانی داره خمینی که میگه هر چه ما میکشیم از دست این دانشگاه هاست، از این دانشجویانه. و بعد فکر میکنم تو همین سخنرانی اشاره میکنه که میگه هر چه متخصص تر بدتر. و این مشکلی داشته با متخصص خمینی زد. الان تو فضای مجازی همین رو میگذارن و میگن نگاه کنید ببینید خمینی چقدر در واقع علاقه داشته به علم و دانش. میگه هر چه میکشیم از دانشگاه هست. دقیقاً میگه هر چه میکشیم از دانشگاه هست. خب علتش همینه، علتش اینه که در واقع دانشگاه در واقع محل تولد احزاب جریان بله. سیاسی چون مجاهدین بود و خمینی میخواست این رو ببنده و بعد از اون هم یک پاکسازی کامل کرد توی دانشگاه، اساتید دانشگاه رو اخراج کرد، دانشجویان سیاسی رو اخراج کرد و مدت زیادی که دانشگاه تعطیل بود تا در واقع اون دانشگاهی که مد نظر خودش بود رو راه بندازه، که البته نتونست. دانشگاه همواره مهد اعتراض و آگاهی بوده و خواهد بود. بله. اگر اجازه بدید بفرمایید بگم تو همین دانشگاه اونی که خیلی خیلی خمینی سوزوند بحث ها و آموزش های تبیین جهان برادر مسعود رهبر مقاومت بود در دانشگاه شریف. اینو دیگه خمینی پس این نتونست دوام بیاره. در چه تاریخی بود این بحث؟ این در همین بهار سال 59 وقتی که اینو دید دیگه اونجا تصمیم نهاییشو گرفت و به قول خودش انقلاب فرهنگی کرد و زیرا به دانشگاه رو زد، برای سه سال دانشگاه رو بس اصلا. بله. این چیزی بود که خواستم اشاره کنم. بله خانم تخشی، شما در رابطه با همین کلاس‌های تبیین جهان آیا شما چیزی از اون کلاس‌ها به یاد دارید که چه بازتابی داشت در جامعه؟ ما توی تهران نبودیم، ولی یک چیزی که خیلی چشمگیر بود تشکیلات قوی که در واقع مدیریت می‌کرد خود به اصطلاح اداره میکرد سازمان رو، این که تا دورترین شهرها و استانهای ایران این به اصطلاح جلسات آموزشی تبیین جهان برادر رو میرسوندن. یعنی مثلا به طور واقعی مثلا امروز که جلسه در تهران بود، یکی دو روز بعدش ما در شهرستانی که بودیم همین کلاس و جلسه رو میشنیدیم، که این خودش باعث شده بود که خیلی جوان ها سمت این بیان. یعنی در واقع خیلی از به اصطلاح قشر جوان جامعه می اومدن. مثلا ما تو شهرمون یه سالن داشتیم مثل رو سالن طالقانی، مثلا همه می اومدن اونجا می نشستن که این نوارا رو گوش کنن. بله خانم زاکری، شما اگر بتونید به ما بگید که این کلاس های تبیین جهان که نداشت صحبت شد چه چیزی توش بود که باعث شد که خمینی چنین واکنشی نشون بده؟ خب سنگر خمینی مذهب بود. کلاس تبیین جهان زیرا به مذهب پوشالی خمینی رو میزد، یعنی واقعیت اسلام رو داشت به مردم نشون میداد و واقعیتی که بر اساس آزادی انسان رو بر اساس اختیار و آگاهی و انتخابش معرفی میکرد و بر اساس آزادی ها. این اون چیزی بود که کاملا ضد خمینی بود و از طرفی خمینی حرفی نداشت بالاتر بزنه. پوشال مثلا گویا همون ایام خمینی یک مجموعه تفسیر قرآن گذاشته، ولی مثلا کسی پای کلاسش نشسته چون اصلا حرفی برای زدن نداشته. در نتیجه در این رویارویی شکست خورده بود، یعنی در رویارویی حرف و منطق شکست خورده بود که بعد مجبور شد به سرکوب رو بیاره دوباره. بله و چون راه دیگه ای نداشت مجبور شد تعطیل کنه. بله حالا از اینم اگه بگذریم، پس الان ما تا الان چند نمونه رو اشاره کردیم، گفتیم در انتخابات ریاست جمهوری مجاهدین می‌خواستن وارد بشن ولی به رغم اینکه به قناسی رأی نداده بودن خمینی فتوا داد، در انتخابات مجلس شرکت کردن تقلب کرد، کلاس‌های تبیین جهان رو گذاشتن، دانشگاه رو بست. به غیر از این ما شاهد هستیم که در سال 59 در واقع در سال آخر قبل از سال 60 مجاهدین میتینگ هایی رو برگزار میکنن که البته باز این میتینگ ها هم با اقبال زیادی بر مواجه میشه که خب برجسته‌ترینش میتینگ امجدی هست. در این رابطه هم برامون توضیح بدید که توی این میتینگ ها خواسته اصلی مجاهدین چه چیزی بود، چه حرفی رو میگفتن اونجا و چه خواسته ای از خمینی داشتن که خمینی اگر به اون تمیداد لاقل به اون نتایج بعدش نمیرسیم. در این رابطه شما اول برام بگید آقای حیاتی. ببینید از همون روز اول که گفتم، یعنی 4 بهمن که برادر مسعود توی
دانشگاه تو مدرسه دانشگاه شروع کرد تا آخر در تمام میتینگ ها سخنرانی ها یک حرف میزد، دفاع از آزادی و در ضمن این مهمه افشای ماهیت دیکتاتوری و استبداد دینی رژیم خمینی. البته این رو بگم، خمینی از هیچ جنایتی فروگذار نکرد، در مقابل رهبری مقاومت در کمال انعطاف سعی میکرد هرچه این درگیری رو به عقب بندازه. چرا؟ برای اینکه میخواست تا اونجا که ممکنه از هر قطره آزادی استفاده کنه، برای اینکه مردم اون فریبی رو که خوردن و اون 6 میلیونی که اومدن متوجه بشن با کی طرفن، خمینی کی بود، تو ماه بود یا تو چاه. این که انعطاف داشت، قیمت سنگینی داشت، همینطور که میگی تو هر سخنرانی مواجه با چی؟ چماقداران، دستگیری، کشتن هواداران و اونها که تو سخنرانی شرکت میکردن. این پروسه‌ای که گذشت از این طرف انعطاف و افشاگری، از اون طرف چماقداری و حمله، در تمام این مدت مشاهده مسئله بودیم. بله احسان، شما برام بگید که مجاهدین چه خواسته ای از خمینی داشتن و اگر خمینی به چه خواسته مجاهدین تن میداد نهایتا به چنین جایی نمیکشید؟ اون چه که مجاهدین از خمینی میخواستند و اون باید بهش تن میداد همون چیزی بود که در واقع نفی خمینی بود، اسمش بود آزادی و تمام جنگ هم بر سر همین بود. جنگ بر سر این بود که مجاهدین به خاطر آزادی قیام کرده بودن از همون ابتدای روز تأسیسشون، به خاطر نبود آزادی، به خاطر سرکوب آزادی ها در زمان دیکتاتوری سلطنتی قیام کرده بودند و بعد از انقلاب هم این همون چیزی بود که خمینی چنگ انداخت و نگذاشت که در ایران پا بگیره و به سرعت آزادی هایی رو که در نتیجه انقلاب ایجاد شده بود تلاش کرد سرکوب کنه. از ساده ترین مسائل، از حجاب اجباری که خمینی تلاش کرد اون رو از همون ابتدا مجاهدین بیانیه دادند سال، اینجا من آوردم 57، یعنی همون سال 57. بله 21 اسفند 57 مجاهدین اولین بیانیهشون رو علیه حجاب اجباری میدن. من از روش براتون میخونم، میگه لذا هر موضع‌گیری خصمانه برای تحمیل جبری هر شکلی از حجاب بر زنان این میهن، آن هم در جامعه‌ای که تازه متولد شده که در آن هیچ مرزی بین آزادی و بی‌بندوباری وجود نداشت، منظور زمان شاه، نامعقول و نامقبول است. بنابراین ببینید از 21 اسفند 57 خمینی با اولین مورد از نقض آزادی‌ها یعنی حجاب اجباری در می‌افتند و بعد از اون باز دیگه ادامه داره همین جریان، بیانیه‌های دیگه‌ای که میدن، اطلاعیه‌های دیگه‌ای که میدن، با بحث قصاص خمینی در می‌افتند به خاطر اینکه قصاص رو یک لایحه ضد انسانی میدونند. نشریه مجاهد شماره 120 هست، اشاره میکنه تیترش اینه: لایحه قصاص، اهانت به مقام انسانیت به ویژه زن قهرمان ایرانی در عصر کبیر آگاهی خلق‌ها. بنابراین دعوای مجاهدین با خمینی از همون ابتدا بحث آزادی بود و بر سر همین با خمینی در افتادند. اون چیزی که حالا ما بعد از 40 سال بهش نشستیم، همین مرگ بر اصل ولایت فقیه که گفته میشه، همین حجاب اجباری که الان بر علیهش قیام میشه و بر علیهش صحبت میشه، این همون چیزی بود که سال 60 مجاهدین اسنادش هست که بر علیهش قیام کردن. بله. خب بس من خواستم یه نکته سر میتینگ که پرسیدین بفرمایید. ببخشید کوتاه میگم، سر میتینگا که گفتین، از قضا همین چند روز پیش 22 یا 23 خرداد اگه اشتباه نکنم سالگرد میتینگ چه باید کرده بردن مسعود بود. عجیب اینه که وقتی شما همین الان به این صحبت گوش میکنین، مثلا شاید حداقل من 100 بار تا حالا گوش کردم، ولی همین الان که گوش میکنم باز هم حرفا تازه است، باز هم حرفا موضوع روز جامعه است. چرا؟ چون دعوای مردم از همون اول تا همین الان بر سر آزادی هاست. میخواستم یک بار دیگه برگردم به سوال قبلی که موضوع روی میز یا دعوای بین مجاهدین و خمینی چی بود؟ اینکه موضوع بر سر آزادی هاست. شاخصش این که هیچ کدوم از این صحبت‌ها الان کهنه نیست. همین الان هم موضوع روی میز آزادی هاست و همین الان هم به اون صحبت‌ها که برمیگردیم تماماً موضوع جامعه است. بله. الان اینکه نکته‌ای که شما گفتید، اشاره کردید به صحبت‌های مسعود رجوی در میتینگ امجدیه با عنوان شباهت کرد که الان هر کس میتونه توی یوتیوب هم احتمالاً پیداش کنه و ببینن که این صحبت‌ها در واقع چه موضوعاتی توش بیان میشه. در پایان این گفتگو می‌خوایم برسیم به نهایتاً به روز خود 30 خرداد و اینکه یک سوال باقی می‌مونه که آیا میشد
طوری عمل کرد که به این تخاصم یا به این درگیری و رویارویی نرسه. در این رابطه شما اول بگید آقای حیاتی. ببینید من گفتم تو این دو سال و نیم از 22 بهمن 57 تا 30 خرداد 60 تا اونجا که به خمینی و چماقداراش مربوط میشد جز شکنجه و کشتار و دستگیری هیچی نبود، جز محدودیت هیچی نبود. از اون طرف ماکسیموم انعطاف. برای اینکه حالا یه چیز یادآوری بکنم، همین خمینی بعد از میتینگ امجدیه، خمینی دو هفته در زیج بود، نمیتونست حرف بزنه و حتی نماینده های مجلس اعتراض کردن که چرا سپاه و چرا این موضوع آمدن میتینگ رو به هم بزنن. خمینی بالاخره بعد دو هفته در 4 تیر 59 اومد چیکار کرد؟ شمشیر رو از نیام کشید، برگشت گفت ببینید دشمن نه آمریکا، نه این ور نه اون ور، دشمن همینجا بیخ گوش ماست. همونجا گفت منافقین بدتر از کافر هستن، یعنی شمشیر رو کشید. بله. ولی ببینید همونجا خوب دقت کنید، یعنی اعلام جنگ رسمی کرد. شما میگین چیکار میتونستیم بکنیم؟ ببینید بلافرض رهبر مقاومت چیکار کردن؟ تمام قسمت ها، تمام ساختمان ها، تمام پایگاه های سازمان رو در تمام استان ها و شهرها بست. چرا؟ برای اینکه درگیری عقب بیفته. و از 4 تیر 59 تا 30 خرداد 60 عقب انداخت اون هجمه و اون شمشیری که خمینی کشته بود، اجازه نداد درگیری ایجاد بشه. بنابراین تا اونجا که به رهبر مقاومت بود هرگز دنبال جنگ نبود، یعنی تلاششون رو کردن که این هر چی ماکسیموم تلاش با ماکسیموم فدا و قیمتی که داد خواست عقب بندازه. تا کجا؟ تا اون روزی که ذهنیت، خوب دقت کنید، ذهنیت جامعه نسبت به خمینی کاملا تغییر کرد. کجا؟ وقتی که 500 هزار نفر در تهران تظاهرات کردند، تظاهرات بسیار مسالمت‌آمیز، و خمینی چیکار کرد؟ دستور رگبار به اونا بست، یعنی قطب ملت ایران و رژیم رو در روی هم بارز شد. در اونجا بود که ملت و مردم ایران یا باید تسلیم می شدن یا بایستی ادامه می دادن. و اونجا بود که رهبر مقاومت در 30 خرداد گفت دیگه الان خمینی ما رو مجبور کرده بین دو راه، یا ذلت یا مقاومت، و کدوم رو انتخاب کرد؟ یوم با اتکای به مردم و ذهنیتی که تغییر کرده بود مقاومت را انتخاب کرد. بدین سوال آخر رو هم از دیگر مهمانان بپرسیم. خانم تخشید نظر شما چیه؟ امروز بعد از اینکه 41 سال از اون 30 خرداد 60 میگذره، چه چیزهایی میتونه به ما الان نشون بده که اون تصمیمی که مجاهدین اون روز گرفتن درست بوده؟ من واقعا فکر میکنم خمینی آزمایش نسل ما بود، یعنی در واقع اون شجره خبیثه‌ای که اساره در واقع عقب‌مانده ترین عفونت های تاریخ، ارتجاعی ترین افکار و ایدئولوژی های تاریخ بود و آزمایش نسل ما بود. من فکر میکنم که ما در این آزمایش بسیار بسیار سربلندیم، نسل ما، تاریخ ما، مردم ما، و به خوبی مشخص هست که به اصطلاح به سرانجام درست خودش ختم میشه. این رو صرفاً به عنوان یک اعتقاد نمیگم. اگه که نگاه کنیم به همین الان به کف خیابون، همین الان به نسل شورشی و کانونهای شورشی، اهم از زنان و مردان دلاوری که هر روز دارن این کلمه آزادی رو و نام رجوی رو بر دیوارها حک میکنن، نسلی که هر روز داره فریاد میزنه در اقشار مختلف، در این شب سیاه رو در هم میشکنه، اتفاقا اینها نشون دهنده این هستن که این مسیر درست بوده و این مقاومت به سرانجام نیک خودش میرسه و این ارتجاع مذهبی و این حاکمیت باید بره، چون در واقع تقدیرش جز این نیست و این طلوع آزادی و صبح و سعادت مردم ایران باید برسه. این قانون تکامل و سنت تاریخه. الان چه به زیبایی خواهرم فرخنده گفت، همین الان بیایم چه باید کرده برادر مسعود رو در اون سالها نگاه کنیم.
اون میتینگ هایی که نسل خجسته مسعود رو ساخت، الان همون کلام، کلام جاری بر دهان و گلوهای قهرمانان کانونهای شورشی. من هم فکر میکنم واقعا نقش مسیر آزادی ایران توسط پیشتازان و به دست اونها ترسیم میشه، کما اینکه به خوبی میبینیم که چجوری با کلمه مقاومت و ایستادگی آزادی به همین نقطه انقلاب و به اصطلاح تاریخ ایران رو رسوندن و اون سرانجام نیک در تقدیر هست و قطعا سپیده سحر ایران میرسه و پیشاپیش بسیار مبارک است. خیلی ممنون از همه شما و همه نکاتی که گفتید. ما در این برنامه تلاش کردیم که مروری داشته باشیم بر وقایعی که منجر شد به روز 30 خرداد 1360 و اینکه رویاروی مجاهدین و خمینی از کجا شروع شد و چطور به این نقطه رسید، و در پایان هم که همه میهمانان انگشت گذاشتن روی این نقطه که نهایتاً اون چیزی که اون روز مجاهدین تصمیم گرفتن، یعنی تلاش و مقاومت برای براندازی این حکومت، حرفی است که امروز به گسترترین شکل در تمام جامعه شنیده میشه. ممنون از حضور همگی در این گفتگو و خداحافظی میکنیم به اتفاق شما از همه بینندگانی که با ما در این لحظه همراه بودن. تشکر از شما، خیلی ممنون. خیلی ممنون.